چندین میلیون کودک یمنی امکان حضور در کلاس‌های درس را ندارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید در یمن 4,500,000 کودک در این کشور نمی‌توانند بار دیگر راهی مدارس خود شوند. یونیسف در بیانیه خود با اعلام اینکه دلیل ناتوانی دانش آموزان در بازگشت به مدارس عدم پرداخت حقوق معلمان طی یک سال اخیر می باشد، در این باره آورده است: باید حقوق معلمان و دیگر کارمندان بخش دولتی فوراً پرداخت شود. این در حالی است که فرایند پرداخت حقوق کارمندان دولتی در یمن از آگوست سال گذشته میلادی تا کنون متوقف شده و با وجود دستور عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور مبنی بر انتقال بانک مرکزی از صنعا به شهر بندری عدن، این بانک تا کنون نتوانسته حقوق کارمندان را پرداخت کند. شاید ذکر است بانک مرکزی یمن در صنعا پایتخت این کشور قرار دارد و منصور هادی شهر بندری عدن را به عنوان پایتخت موقت معرفی کرده و با پرداخت نکردن حقوق معلمان سعی دارد نیروهای مردمی یمن را تحت فشار قرار دهد. یونیسف در پایان بیانیه خود تاکید کرده که باید حقوق معلمها و سایر کارمندان بخش آموزش و پرورش فوراً پرداخت شود. سال تحصیلی در یمن از اوایل ماه سپتامبر، یعنی یک ماه دیگر آغاز می شود، اما جنگ یمن ممکن است باعث تأخیر این امر در برخی مناطق و استانهای این کشور شود.